خیلی خب، در مورد Object Oriented Programming میخوایم صحبت بکنیم. Object Oriented Programming چی هست؟ خیلی ها نمیدونن Object Oriented Programming چی هست، با اینکه دوست دارن رشتهشون حالا کامپیوتر هست یا دارن برنامه نویسی یاد میگیرن. Object Oriented Programming رو من با یه مثالی قبلا شروع کردم، مثالی مثل مثال ماشین. حالا اینجا یه مثال دیگه میزنم، مثل همه مثال های دیگه که خیلی راحت میتونید بفهمید، مثل کامپیوتر، مثل اصلا بدن انسان. بدن انسان تشکیل شده از دو تا دست، دو تا پا، قلب، خیلی از چیزهای دیگه که واسه خودشون هر کدوم یه فانکشنی رو دارن. ببینید دست واسه خودش یه فانکشنی رو داره جدا از مثلا بدن انسان. انگشت داریم، نمیدونم رگ داره توش، نمیدونم استخون داریم، واسه خودش فانکشنی رو داره توش که مثلا این ور بره اطلاعاتش رو از مثلا مغز میگیره و اینا همش فانکشناش جدا هست. مثلا پا استخون داره جدا هست، گردن نمیدونم قزروف داره و گوش داره و نمیدونم چیزهای دیگه، نای داره، ریه داره، داخلش همه اینا جدا هست. همه کدوم همه اینا بهشون میگن، هر کدوم از اینا رو بهشون میگن آبجکت، که اگر همه رو با هم دیگه جمع بکنید میشه بدن انسان. پروگرامینگ یا مثلا ماشین هم همین مثال هست، یا پروگرامینگ آبجکت اورینتد پروگرامینگ همین مثال میشه ازش برداشت کرد که آبجکت اورینت آبجکت ها رو بهش میگن هر کدوم از اون کلاس هایی رو که ما میسازیم. فرض مثلا دست انسان یک کلاس، یه آبجکت، پای انسان یه آبجکت، تمام اینا با هم دیگه که وصل میشه میشه آبجکت اورینتد پروگرامینگ یا آبجکت اورینتد، یعنی همشون با هم دیگه دارن طبق اون چیزی که برنامه هست از دستوری که از مغز میگیرن دارن اجرا میشن. PHP زبان اسکریپتینگ لنگویج هست، یا خیلی بهش میگن زبان پروسیجرال، یعنی زبانی که به خودی خودش object oriented programming رو شامل نمیشه، چیزهایی که داخلش ساختن و این کار باعث شده که object oriented programming بشه توش نتیجه بده. پس این PHP زبان اسکریپتینگ هست. تا PHP 4 Object Oriented Programming یا OOP خیلی کم ساپورت می شد، که تا PHP 5 دیگه اون رو کاملا ساپورت کرد. قانون من برای Object Oriented Programming اینه که برای ساختن یه وبسایت ساده Object Oriented Programming خیلی پیچیدش می کنه، خب، ولی برای ساختن یه وبسایت پیچیده Object Oriented Programming خیلی آسونش می کنه. مثلا اگر یه وبسایتی دارید، مثلا من وبسایتی که به شما نشون دادم خیلی راحت بود و اینا، از object oriented programming استفاده نکردید بخاطر اینکه خیلی پیچیده‌اش میکنه. پس اگر میدونید که احتیاج دارید ازش استفاده بکنید. بر فرض یه وبسایتی مثل وبسایت یونیورسیتی یا کالج، اینا به PHP object oriented نیاز دارن، ولی مثلا یه بیزنس ساده یا یه وبسایت جیم یا مثلا وبسایت دیگه به این کاربرد زیاد احتیاج ندارن چون پیچیده‌اش میکنن. حالا ما آبجکت ها چی هستن؟ ممکن این سوال واسه شما پیش بیاد. گروه کردن کد ها به وسیله پوسته مشترک، یعنی که تمام کد هایی که شما داشتید، بر فرض ما چند تا فانکشن دات میاد که با هم دیگه ساختیم، میتونستیم اونا رو گروه بکنیم. بر فرض ریسپشن یه گروه، ترینر یه گروه، استودنت یه گروه، ادمین ها یه گروه، میتونستیم اینا رو با هم دیگه گروه کنیم که بتونیم بدونیم که چجوری باشون کار کنیم. جدا کردن ساختار کدها، یعنی اینکه جدا بکنیم هر کدوم از اون کدهایی رو که ساختارشون با هم فرق میکنه. مثلا فانکشن ها رو از هم دیگه جدا بکنیم، فرم سابمیشن ها رو از هم جدا بکنیم، SQL query ها رو از هم جدا بکنیم و الی آخر، و که این حالا همین ساختارها عملکردها میتونن باشن که فانکشن ها و نسبت ها یا اتریبیوتس. مثلا حالا اتریبیوتس بهتون میگم چه معنی رو میده. مثالی که اینجا زدم من، ما یه استودنت داریم به اسم استودنت یک داریم به اسم جان، فرست نیمش جانه، لست نیمش دوی هست، به اینا میگن اتریبیوت. استودنت دو مری هست، لست نیمش سمیت هست. یه فانکشنی داریم به اسم فول نیم که فرست نیم و لست نیم رو با هم جمع میکنه، و یه استودنت کورس هم که داریم که اره کلاس های انگلیسی، ساینس و ریاضی رو نشون میده. خب بالایا اتریبیوت هم، پایینی فول نیم بهش میگن فانکشن، و
تمام این کارا رو با هم دیگه قبلا انجام دادیم. فقط یادتون باشه که مثلا میخواد یه وبسایت واسه یه یونیورسیتی بسازید، این اری هایی که میبینید تنها اگر اینجوری باشه، فقط به این آسونی باشه، میشه object oriented programming استفاده نکرد. ولی حالا چی اگه مثلا انگلیسی 10 تا کلاس انگلیسی داشته باشیم؟ حالا چی اگه 10 تا کلاس انگلیسی هر کدومش یه ساعت مشخصی شروع بشه؟ حالا اگه مثلا 10 تا کلاس انگلیسی هر کدومش یه ساعت مشخصی شروع بشه، هر کدومش هم 30 تا دانش آموز داشته باشه؟ میدونید چی میگم؟ پس اینجوریه که میتونید از object oriented programming استفاده بکنید. حالا چرا object oriented programming کاربرد داره؟ چیکار میکنه؟ کد اورگانایزیشن اند مینتینبیلیتی، یعنی میتونه دستبندی کنه کد هاتون رو و که بدونید هر موقع با کدوم کد چیکار داره. مثلا استودنت یه آبجکت، کلاس یه آبجکت، تیچر ها یه آبجکتن، کورس ها هم یه آبجکتن. بدونید که وقتی که مشکل دارید سر کدوم یکی برید که ازش کار بکنید و پیدا بکنید، نرید همه رو قاطی بکنید با هم دیگه. Add clarity and reduce complexity، یعنی خیلی مشخص میکنه و پیچیده بودنش رو خیلی کمتر میکنه، پیچیده بودن کد ها رو خیلی کمتر میکنه. Simple rules allows complex interactions، یعنی قانون های ساده اجازه میده که خیلی راحت بتونید باش اینتراکشن بکنید. خیلی قانون های ساده میتونید توی آبجکتاتون درست بکنید که بتونید باش اینتراکت بکنید، یعنی باش کار بکنید. Emphasizes data over procedure، یعنی خیلی مشخص میکنه که دیتا ها رو همونجوری که با هم دیگه میرید جلو میبینید که اشکالاتون کجاست، میتونید که بفهمید که خیلی راحت کدوم آبجکتی کدوم مشکلی رو داره و خیلی روشن و واضح به شما نشون خواهد داد. و کد مودولاریتی، کد مودولاریتی یعنی چی؟ یعنی برفرض شما یه تیم 50 نفره دارید در مورد یه وبسایت کار میکنید، یه وبسایت ساختن، تنها یکی دو نفر احتیاج نداره. اون وبسایتی که مثلا دیدید من درست کردم فقط برنامه نویسیش با من بود. حالا که با کار برنامه نویسیش تمام شده، مثلا برفرض من واسه یه کمپانی کار میکنم، اون وبسایت من تحویل میدم به دیزاینر. دیزاینر چیکار میکنه؟ اونو برمیداره تحریزی میکنه، نمیدونم فلش بهش اضافه میکنه، تبلیغات بهش اضافه میکنه، رنگش رو عوض میکنه، خیلی کارهای دیگه میکنه. و خب اون آبجکت ها خیلی متفاوت هستن باش. مثلا 50 نفر توی تیم برنامه نویسی دارن شرکت میکنن، دو نفر روی استودنت کار میکنه، 4 نفر روی تیچر، 50 نفر روی کورس کار میکنن. پس این جدا میکنه که کی رو چی کار بکنه و آخر تحویل بده همه کد رو با هم دیگه دستبندی کنه. و کد ریوزیبیلیتی، یعنی میتونید از این کد ها بعد هم استفاده بکنید، نه اینکه دیگه گیج بشید. و در آخر هم که well suited for database، یعنی خیلی راحت واسه دیتابیس ها کاربرد داره. این از اینا واسه مقدمه. جلسه دیگه شروع میکنیم با هم دیگه کار میکنیم، واسه مقدمه فکر میکنم کافی باشه. جلسه دیگه بعد ببینید من دارم چی کار میکنم تا بفهمید ما چی کار رو داریم انجام میدیم و دیگه متوجه بشید که object oriented آیا به دردتون میخوره یا نه، کی ازش استفاده بکنید. فقط باید بدونید که اگر استفاده کردنش مقدور هست استفاده بکنید، اگر نه یه وبسایت ساده دارید استفاده میکنید زیاد خودتون رو درگیرش نکنید.